بذار در مورد عکس ها صحبت بکنیم. در مورد عکس ها اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما محل عکس ها رو بهتون میگم که توی اپ assets و images هست. مثلا اگه از پایپلاین بخواید استفاده بکنین، از این محل استفاده میکنید. ولی این محل هم داریم. حالا عکس ها برخلاف جاوا اسکریپت و استایل شیت، بعضی از عکس ها هستش که توسط کاربر آپلود میشه. یه عکسی هست که شما داخل دیتابیس نگه میدارید، ولی توصیه نمیکنم، ولی بعضی از عکس هستش که توسط کاربر آپلود میشه و بعد استفاده میشه. اون عکسایی که توسط کاربراتون آپلود و استفاده میشه رو باید داخل پابلیک نگه دارید. پایپلاین نمیتونه اونا رو پشتیبانی کنه، چرا که عکس شما از توسط کاربر گرفته میشه و کاربر دسترسی به پوشه اپ نداره. اینا رو باید یادتون نره. و ما برای آپلود کردن عکس از چند تا کمکی هم میتونیم استفاده کنیم که خود جیم به ما اینا رو ارائه میده. کمکی اول اسمش از پیپر کلیپ، کمکی دوم از کریر ویو که من از پیپر کلیپ خیلی استفاده کردم و ازش راضی ام، واقعا بدون باگ هستش. جفتشون هم خوبه. اما بخوام از هلپراش استفاده کنیم، بعد اول بدونید که تگ ایمیج به این صورت نوشته میشه. اسست مثلا یه اسم مثلا عکستون با حالا alt داری، تایتل داری، اینا جدا جدا، ولی ایمیج تگ ایمیج ساده به این صورت نوشته میشه. اگه بخوام از هلپر ریلز استفاده بکنیم، بعد ایمیج تگ رو اینجوری بنویسید: ایمیج آندرلاین تگ لوگو دات پی ان جی. ولی توجه بکنید که دیگه نمیخواد پوشه asset رو اونجا بهش بگید. نه، خودش میدونه که باید بره داخل پوشه asset، ولی حتما باید بگید که اکستنشن عکستون چیه، پی ان جی، جی پیگ، بیت مپ یا هر چیز دیگه است. توجه کنید که اگر بخواید از سایز استفاده بکنید، میتونید مثلا آپشن سایز داریم که مثلا 90 عرضشه، 80 طولشه، با X ازش جدا بکنید. Alt هم برای SEO گفتم خیلی خوبه، میتونید از Alt هم استفاده کنید برای ایمیجاتون. اگر خواستید سایز اونجوری بنویسید که میتونید، اگر نخواستید Width و Height هم میتونید تعیین بکنید روش به این صورت، و یا حتی کلاس بدید و بعد توی CSS ازش استفاده بکنید که طول عرض بدید. بذارید بریم با هم دیگه یک چند تا ایمیج اضافه بکنیم. اگر اینجا رو نگاه بکنید، ما دو تا پیکچر اینجا انداختیم، یکی گریدینت، یه دونه هم پلاس ساینه که خیلی کوچیکه. من داخل ایمیجز asset هستم، میخوام اینا رو لود بکنم توی صفحه، بذارید وب سرورم ران هستش، توی صفحه سابجکتس یا بکنید اینجا یه add new subject داریم، میتونم پشت سرش یه علامت پلاس اضافه کنم. البته دو جوری اینو اضافه میکنم: اول میرم داخل view، میرم داخل subject، میرم داخل index. این بالا میبینید که یه دونه link داریم، ما میتونید یه span tag اینجا اضافه کنید، یعنی یه دونه ویگول بذارید، نقطه span اضافه بکنید، یا حتی قبل از این link اضافه بکنید و بعد به علاوه بذارید. یعنی که مثلا من بیام اینجا بزنم span و بعد بگم که class مساوی با glyph icon، دوباره همین رو کپی کنیم، ای بابا دستم خود به کیبورد، و glyph icon بذارم مثلا plus، یا دقیقا یادم نمیاد که ببینید که plus رو اینجا اضافه میکنیم. میبینید این رو، اگه خواستید این رو ببرید داخل این داخل لینک بعد از این class بدید، میتونید اینو اینجا دوتا چیز بذارید، سینگل بذاریم البته، و بعد اینجا plus بذاریم اینجا، ببینید چه اتفاق میفته. خب اینجا میبینید که اینا رندر نمیکنه. یا اینکه میتونید، گفتم که همونجوری که من این بالا اضافه کردم span رو، چیکار بکنید اینجا داخل این دگمه بندازید، یعنی بیاد یک کلاس دیگه بدید به همین glyph icon اضافه بشه. اما طوری که من اضافه میکنم، میخوام بهتون فقط اد کردن ایمیج رو نشون بدم. چطوری این رو اد کردن ایمیج رو اد میکنیم؟ اینطوریه که ایمیج دیگه زبونمون نمیچرخه. اینجا تایپ میکنم که image underscore tag و میام داخل این مینویسم چی؟ مثلا اسم ایمیجم چیه؟ اسم ایمیجم plus signه، میبینید اینجا؟ بنابراین اینجا مینویسم plus underscore sign، گفتم داد PNGش هم باید قرار بدید که extensionش. خب حالا یه سایزی هم واسهش معلوم میکنیم. خب توجه بکنید این سایز رو باید همیشه داخل سینگل کوتیشن قرار بدید، نهید اینجوری بنویسید 11 مثلا x 11، این x بای دی وی به علاوه نیست و این
ایکس همون که بهتون گفتم، ولی اینا همش با داخل سینگل کوتیشن باشه وگرنه معنی پیدا نمیکنه. و بعدش میام یه ویرگول میذاریم و یه alt هم تعیین میکنیم، ویرگول ما شد نقطه و این ارور خواهد داد و بعد من اینو مساوی قرار میدم با مثلا پلاس. پس اینا هر کدومشون سینگل کوتیشن باشه بد نیست. یه ریفرش میزنم، پلاس ساین اینجا اضافه شده، میبینید اینجا. حالا گفتم که زیاد جالب نیست ولی خب میتونید اینو اضافه کنید. حالا یه کار دیگه میکنیم، ما اینو برمیداریم x کات میزنیم، میایم داخل لینک اضافه میکنیم. وقتی لینک رو زدیم قبل از این add new page میام من یه پلاس میذارم اینجا، چون اینا با پلاس از هم جدا میشه، این رو پیست میکنم اینجا. البته نمیام این کار انجام بدم، قبلش میام یه اینجا پیست میکنم و ایمیج تگ رو از اینجا برمیدارم، این هم از اینجا برمیدارم و بذارید ببینم. خب این که هیچی، اینو باید برداریم، اینم برداریم، اینجا یه دونه علامت به علاوه باید بذاریم. بذارید یه کنترل بکنیم ببینیم همه چی درست داره کار میکنه. یعنی آره اوکی میزنم و این علامت مثبت میره این داخل، میبینید؟ پس این ایمیج داره اینجا لود میشه. حالا یه فاصله هم میتونید اینجا بذارید، چون فاصله نذارید یه مقدار جالب میشه. ببینید علامت به علاوه اینجا لود شد. اون اسپنی که دیدید شما من اضافه کردم میتونید به این صورتی که من گفتم حالا اضافه کنید. درست قبل از این میتونید این ایمیج تگ رو بگیرید. من حالا اینو کات میکنم از اینجا، میرم بالا پیست میکنم که دو جور داشته باشید این رو به این صورت. و میام اسپن رو اینجا مینویسم. اسپن چجوریه؟ بذارید این بالا اول یه بار بنویسیم، چون امت خیلی خوب تایپ میکنه. گلیف آیکون تب رو میزنیم و من چیکار میکنم؟ اینو کات میکنم و بعد میام اینجا پیستش میکنم و داخل این پیستش میکنم. اینا رو تبدیل کنیم به سینگل کوتیشن. اینا خیلی حواستون باید باشه اینجا. یه بار دیگه اینو کپی میکنم و یه فاصله داش پلاس ریفرش و این میبینی که داره اسکیپ میکنه. چرا اسکیپ میکنه؟ گفتم چون اینا همش چیه؟ اینا همش HTML رو داره اسکیپ میکنه، مگر اینکه بیاد اینا پشت این با روش هایی که من بهتون گفتم مثلا بگید که اینا مثلا رو باشه. میبینید پلاس اضافه شد. خیلی روبی زبونه جالبیه، خیلی زبون قویه. یعنی من انقدر با حتی ریلز فکر نمیکنم اپلیکیشن بخواد بسازید به راحتی ریلز جای دیگه باشه. بس میبینید دوتا پلاس اینجا اضافه شد. حالا تنها کاری که انجام میدم اینه که این پلاس رو بالا نگه میدارم و شما فقط یه دونه داشته باشید به این صورت. یا یعنی اینکه میتونید اصلا سپن رو اینجا داشته باشید به این صورت. این رو ما بذاریم داخل کامنت که چون کد ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت، پس بنابراین میبینید که اینا داره کار کنید. حالا طور دومی که شما ایمیج رو لود میکنید اینم خیلی مهمه. توی CSS دیدید که ما الان بریم داخل ایندکسمون، من میخوام یه بک‌گراند برای این اضافه کنم اینجا. خب برای این بخوام یه بک‌گراند اضافه کنم، چطوری اضافه کنم؟ باید از CSS اضافه کنم، چون بک‌گراندی ما داریم به این صورت. خب یه میخوام بک‌گراند اضافه کنم، میام داخل فوترم. فوترم کجاست؟ توی لی‌آوت همه درسته، یعنی داخل ادمین اینجا یه فوتر دارم، اما این فوتر داخل لی‌آوت همه از کلاسی استفاده کرده که داخل استایل شیت همه، بنابراین اینجاست. من استایل شیت پابلیک رو میارم بالا. اینجا ما یه فوتر داریم، میبینید که یه بک‌گراندی بعدش داره. بعضی که بک‌گراند رو نوشتیم اینجا میتونیم بیایم بعدش چیکار بکنیم؟ تایپ بکنیم URL، میدونید که میتونیم اینجوری استایل بیاریم بالا و بعدش تایپ بکنیم repeat -y00. درسته؟ الان URLی که ما میخوام بهش بریم کجاست؟ داخل assets هست، از /assets. خب بعد /- رو میذاریم footer_gradient.png. الان میام اینجا یه ریفرش میزنیم، gradient میبینید اپلای شده، بنابراین داره کار میکنه. پس میبینید که خواستم اینجوری بهتون نشون بدم که توی CSS هم میتونید اینجوری gradient رو بذارید. پس این backslash خیلی مهمه، توجه کنید که این s رو گذاشتید و توی اگر از sass دارید استفاده میکنید، خود sass متدهای هلپر داره که دیگه نمیاد اینجا خودتون دستی URL رو وارد بکنید که یا
محلش هست رو وارد بکنید. پس این از کار با استا مپس استا همینجا به پایان میرسه.